سلام دوباره دوستان عزیز، من ساسان توسلی هستم و این جلسه 65 درس‌های کوتاه هفتگی من هست برای سایت مای کلیسا، درسایی که داریم درباره حرکت به طرف سلامتی عاطفی صحبت می‌کنیم. دنبال کردن سلامتی عاطفی در زندگی هر ایماندار مسیحی و به خصوص رهبران و خادمین مسیحی. الان تقریبا 1.5 سال که ما با هم این سفر رو شروع کردیم و امیدوارم که برای شما بینندگان این برنامه ها، امیدوارم که وقتی نگاه میکنیم به 1 سال گذشته زندگیمون، داریم میبینیم که قدم هایی رو داریم برمیداریم به طرف تجربه کردن و زندگی کردن سالم، زندگی سالم عاطفی، چه در رابطه ما با خدا، چه در رابطه با خانواده، با دوستان، در خدمتمون، در درون عمق وجود خودمون. اگر به خاطر داشته باشید، این سری برنامه ها رو با کتابی شروع کردم به نام The Emotionally Healthy Church، کلیسایی که از نظر عاطفی سالمه. پیتر سکازرو نویسنده این کتاب هستش و اگر برید به درس های اولیه متوجه خواهید شد که این مبحث اساسی این سری برنامه های ما بود و مدت‌های زیادی رو توی این کتاب گذروندیم. شاید بعضیاتون نیاز داشته باشید که برگردید و دوباره مرور کنید این درس‌ها رو و ببینید که واقعاً چه جاهایی تو زندگی باید به طور عملی کار کنیم روی اصولی که درباره‌اش صحبت کردیم. ولی این سری برنامه‌ها رو با این کتاب شروع کردیم. کتاب دومی که بعد وارد شدیم، همین نویسنده پیتر سکازرو این کتاب رو نوشت به نام The Emotionally Healthy Spirituality، روحانیتی که از نظر عاطفی سالمه. البته من همه این کتاب رو درس ندادم، ولی نکات خیلی مهمی رو از این کتاب مطرح کردیم که خصوصیات یک شخصی که از نظر عاطفی سالمه، خصوصیات یک شخصی که رابطه روحانیش رو با خدا جدی و واقعی داره توش زندگی میکنه، این شخص چه خصوصیاتی داره، خصوصیات یک ایمان سالم چیه، خصوصیات یک ایمان ناسالم، یک ایمان سمی میتونه چی باشه، و چه هشدارهایی رو درباره صحبت کردیم. پس روحانیتی که از نظر عاطفی سالمه سری برنامه های سری دومه این درسامون بود از این کتاب. و الان ما هاست که وارد کتاب سوم این نویسنده توی این زمینه شدیم، The Emotionally Healthy Leader، رهبری که از نظر عاطفی سالمه. و اصول اساسی این سلامتی عاطفی رو توی این 60 خورده برنامه من مطرح کردم از این نویسنده و واقعا تشویقم، این درس امروز من تقریبا یه حالت مکس داره، تشویقم از خودم و شما عزیزان اینه که نگاه کنیم به ابعاد مختلف زندگیمون و خودمون رو ارزیابی کنیم. گفتم هفته گذشته وقتی داشتیم درباره سبت صحبت میکردیم که از طریق شنیدن پیام‌های قشنگ ما عوض نمیشیم، از طریق عمل کردن بر اساس حقایق کلام خدا، حقایق زندگیه که ما میتونیم به طرف سلامتی، به طرف رشد روحانی سالم تو زندگی حرکت کنیم. حالا واقعا بیایم توی این جلسه، تو این هفته، هدف من ارزیابیه. شاید میگم نیاز داشته باشه که بعضی از شما عزیزان برگردید به درس‌های گذشته، خودمون رو یه مقدار سبک سنگین کنیم. آیا داریم ریشه یابی میکنیم درباره مشکلات زندگیمون؟ آیا داریم ارزیابی میکنیم کیفیت روابطمون رو، کیفیت خدمتمون رو، کیفیت زندگی زناشوییمون رو؟ آیا داریم سبک سنگین میکنیم که دارم با احساسات خودم به طور واقعی روبرو میشم؟ آیا با غم و غصه هام دارم به طور واقعی روبرو میشم و دارم به طرف شفا تو درد و رنج ها حرکت میکنم؟ تو رابطه خودم با خدا کجا هستم؟ آیا واقعا دارم تجربه میکنم محبت خدا رو، یا با هزار یک خستگی و کوفتگی و کلافگی دارم توی خدمت جلو میرم؟ پس میخوام فقط اینجا پاز بکنیم، مکس بکنیم و یه مروری بکنیم که آیا توی این 60 خورده برنامه خودمون، اعضای خانوادمون، دوستامون، همکارامون، آیا دارن میبینن که ما داریم به طرف سلامتی عاطفی در زندگیمون، در خدمتمون حرکت میکنیم یا نه؟ خیلی هم ممنونم از شما که دارید این برنامه ها رو دنبال میکنید و داریم یواش یواش به خاتمه این درس ها میرسیم. البته هنوز بنده حرف زیاد دارم، ولی این کتاب زندگی رهبری که از نظر عاطفی سالمه، من توی جلسه گذشته قسمت اول این کتاب رو تموم کردم و راستش رو بخواید نمیخواستم وارد قسمت دوم این کتاب بشم، چون قسمت دومش دیگه خیلی مخصوص کسایی که
رئیس یک سازمانی هستند، رئیس و شبان یک کلیسایی هستند و خیلی از ماها شاید در ریاست، در مدیریت یک سازمان یا کلیسا نباشیم، ولی به نظر من هنوز اصول مهمی هست. تو قسمت دوم این کتاب که میخوام واردش بشم از جلسات آینده به طور خیلی مختصر مفید، ولی با یه عکسی، یه تصویری میخوام که این صحبتمو توی این برنامه خاتمه بدم. خود نویسنده بعد از قسمت اول این کتاب، قبل از اینکه وارد بخش دوم این کتاب بشه، تصویر یک درخت با ریشه هاشو میکشه. درخت، این ریشه های زیر زمین درخته و این شاخه ها و برگ های درخت بالای سطح زمینه و اون ریشه های زیر زمین رو میگه inner life، زندگی درونی ما. اون شاخه ها و برگ ها رو میگه outer life، زندگی بیرونی ما. زندگی درونی ما و زندگی بیرونی ما. خیلی وقتا تو صحبت های کلیسایی، تو صحبت ها به خادمین، ما خیلی وقتا شاید تأکیدمون روی زندگی بیرونی ماست. فعالیت هامون، دوندگی هامون، کار هامون و خودمونم نگرانیم که دیگران چی میگن درباره ما، ولی خدا خیلی براش مهمتره که در درون ما اجازه بده، که ما اجازه بدیم که روحش در درون ما در درجه اول کار کنه، درون ما رو به شخصیت مسیح تبدیل بکنه، درون ما در آرامش، در سلامتی، در شادی، در فروتنی واقعا رشد بکنه، به طرف بلوغ حرکت کنه، چه بلوغ روحانی، چه بلوغ عاطفی و شخصیتی، و بعد از اون ریشه های درون یک زندگی سالم، زندگی روحانی سالمه که اون شاخ و برگ های درخت از بیرون ما میتونیم درخت سالمی باشیم، میوه های خوبی بیاریم، فعالیت هامون فعالیت های بناکننده باشه، لذت بخش واسه خودمون و جامعه و کلیسا باشه و باعث جلال خدا باشه. پس تا حالا توی این درس ها، توی تمام این 60 خورده برنامه، تاکید ما روی اون ریشه های زیر خاک، ریشه های درون قلبمون، که خودمون رو بسنجیم، آگاه بشیم که زیر اون، در اون ریشه ها، زیر اون سطحی که قابل دیدن نیست برای خیلی ها، آیا خودمون داریم خبر داریم که داره چه اتفاقاتی زیر اون سطح میفته؟ حالا که این صحبت ها رو درباره ریشه های زیر سطح خاک یا اون تصویر کوه یخ رو نویسنده اشاره کرد توی کتاب اولش، که اکثر زندگی ما مثل یه کوه یخه که 90% زیر سطح آب قابل دیدن نیست، حالا میخوایم وارد قسمت زندگی بیرونی بشیم برای چند جلسه آینده توی این درس ها، که خیلی خوب بیشتر از یک ساله که درباره عمق شخصیت، در درون ما چی میگذره، رابطه ما با خدا، درباره این مسائل صحبت کردیم. حالا میخوایم خیلی وارد مسئله خاص افرادی بشیم که توی خدمت و رهبری هستن. حالا که میخوایم به طرف یک رهبری سالم حرکت کنیم، بعد از اینکه درباره اون صحبت‌های بنیادی، صحبت‌های درونی وقت زیادی رو گذروندیم، حالا از جلسه آینده می‌خوایم به طور خیلی همچین مختصر مفید درباره یک سری نکته‌های کلیدی برای رهبران و خادمین صحبت کنیم، که حالا از اون درون روحانی، از درون اون شخصیت، از درون اون قلب، باید اون زندگی بیرونی، فعالیت‌ها و رفتارها خودش رو چطوری نشون بده. پس می‌خوایم درباره یک سری نکات کلیدی در زندگی هر رهبر و هر خادم صحبت کنیم از جلسه آینده برای چند هفته‌ای، و دیگه این بحث‌ها رو به خاتمه خواهیم داد و مبحث دیگه ای رو بعداً شروع میکنیم. مرسی که با من توی این سفر بودید و دوباره تشویقتون میکنم که با هم دیگه بیایم و به طرف سلامتی عاطفی تو زندگی، تو جامعه، تو خدمت حرکت کنیم. تا هفته آینده، خدا نگهدار.